به نام ایران، به نام ایران آریایی، به نام ایرانیان آریایی، به نام کوروش بزرگ، به نام داریوش بزرگ، به نام رضا شاه بزرگ، به نام شاهنشاه آریامه ایران پدر، به نام فرح پهلوی ملکه مادر و به نام کوروش رضا پهلوی شاهنشاه ایران، به نام خدای من ایران و به نام خدایان ایران، ملت آریا ایران. با درود و سپاس، آریان وطنخواه هستم در تلویزیون جهانی آریامهر، رادیو آریامهر که به ایران میره و تلستار 12 که به اروپا و ایران عزیز ما میره. برنامه ایران آریایی با یک ایرانی آریایی به نام آریان وطنخواه. ساعت دقیقاً 4:03 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس و ساعت 3:30 بامداد تهران عزیزمون هست. امروز پنجشنبه 18 فوریه 2010 برابر با 3 اسفند ماه 2568 شاهنشاهی است. سپاس از اینکه نظارگر این برنامه هستید، توجه میکنید، وقت میگذارید و برنامه ایران آریایی تلویزیون آریامهر رو نگاه میکنید و گوش میکنید. همین در ایران آریایی ما چه میگذرد؟ در ایران آریایی ما آتش براندازی جمهوری اسلامی شعله بیشتری داره پیدا میکنه و قدرت این شعله در روز چهارشنبه سوری به اوج خودش میرسه. باورم بکنید، دو چیز برای من 100% مسلمه: فروپاشی حکومت اسلامی در کلیت و تمامیتش و برگشت نظام پادشاه پارلمانی به ایران. این دو نکته رو فراموش نکنید. باورم بکنید این اتفاق خواهد افتاد. اجازه بدید من سایت تلویزیون رو معرفی کنم. سایت رسمی تلویزیون آریامهر هست، abctv1.com. سایت IR 2007 ما رو پخش میکنن و سایت رادیوی جناب ناصر توکلی در هیوستون تگزاس، www.krihd، ما رو ریلی میکنن. سپاس بهشون. و شماره تلفن استودیو هست 818-222-2226. از این برنامه امروز شروع کنیم. همین من ساعت اول برنامه رو متاسفانه باید واقعا به قول امریکایی باید ویستش بکنم. یعنی من هدفم همیشه این بوده که برای ایران، درون ایران، برای هممیهنان آریایی خودم در درون رو صحبت بکنم، به عنوان یک ایرانی آریایی با اونها ارتباط برقرار بکنم، نظرات خودم رو که میتونه نظرات اونها باشه، چون دل در گره با آزادی ایران دارم و اونها به همین طریق. ولی متاسفانه امروز این یک ساعت رو من باید به صحبت دیگه ربطش بدم که خواسته خود من نیست. اجازه بدیم برگردم به تلویزیون آریامه. تقریبا 2 سال پیش، بعد از 30 سال، بعد از 29 سال غربت نشینی و سرکار گذاشتن یک سری واقعا مزدور و جانیانی که با حکومت اسلامی دارن دقیقا مثل اونا کار میکنن، رسانه به روی آنتن تلویزیون و رادیو را به نام آریامهر که بسیار دوستش میدارم، چون خودم یکی از اون کسانی بودم که از روز اول حتی برای انتخاب اسمش واقعا بسیار شادمان شدم وقتی نام آریامهر انتخاب شد. آریامهر نامش آریایی است و پر از مهر ایرانه. برنامه ایران آریایی برای ایران، ایرانی که آریایی است، ایران اسلامی نیست، ایران جمهوری دموکرات هم نیست، ایران متعصب اسلامی هم نیست. این است انتخاب میشه و این کوینسیدنت میکنه با نامی که مجلس شورای ملی به اعلی حضرت محمد رضا شاه پهلوی میدهد. شاهنشاه آریامهر نامشون محمد رضا پهلوی است. بنابراین آریامهر لقبی است، عنوانی است، به ایشون اعطا میشه چون ایش یک ایرانی است و یک آریایی است و پر از مهر به ایران است. این قضیه روشن کنم براتون. و بسیار زیباست و مسیری که تلویزیون آریامهر انتخاب میکنه از روز اول با همیهنان در درون و بین مشخص کرده: براندازی حکومت اسلامی در کلیت تمامیتش، کمک به براندازی حکومت اسلامی در کلیت تمامیتش و برگشت نظام پادشاه پارلمانی بعد از فروپاشی رژیم. تا اینجا روشن هستیم. همیهنان آریایی ما دقیقا روشن بودن از روز اول که مسیر این تلویزیون چیست و به کجا میرود و هدفش کجاست. تصاویر اعلی حضرت، شاهنشاه آریامهر، رضا شاه کبیر، شاهزاده کوروش، رضا پهلوی و پشت سر این حقیر و دکتر سکوی از روز اول بوده و تا روز فروپاشی حکومت اسلامی خواهد بود. تلویزیون آریامهر در ایالات متحده آمریکا ثبت شده به نام آریامهر اینترنشنال برودکاستینگ کورپوریشن. و ابریویشن آن برای وبسایت ما هست abctv1.com. اگر کسی فکر میکنه که آریامهر فقط به عنوان ABC TV رجیستر شده، اشتباه بزرگی میکنن، برن تحقیق کنن. تلویزیون آریامهر رجیستر شده به نام آریامهر اینترنشنال بروکاستینگ کورپوریشن. یک سازمان شناخته شده است، رأس شده، دولت امریکا میشناسد سازمان رو و میداند که کار ما چیست. از روزی که تلویزیون به روی ایر میره،
مخالفت ها سریعا شروع میشه. چیزی است بسیار متفاوت، چیزی است که اصلا سابقه نداشته و اون مسیری که بقیه ظرف 30 سال 29 سال به پیش میرفتن داره متفاوت میشه، عوض میشه. شخص دیگر جلو دوربین هست، به طریق دیگر صحبت میکنه، هدف دیگری رو مشخص میکنه و هدف دیگری برای براندازی حکومت اسلامی داره. هدفی که بقیه داشتن باش بسازیم بنشینیم کوروش رضا پهلوی ما بشود ظاهر الدین شاه و 80 سالش بشود، میبینن بحث تغییر کرده. تا قبل از بروی کار آمدن تلویزیون آریامه و رادیو آریامه صحبتی از نظام پادشاهی در ایران نیست، صحبتی از کوروش رضا پهلوی نیست، هیچ کس صحبتی از نظام پادشاهی که در ایران داشتیم و باعث غرور افتخار تمام ملت ایران بود هیچ کس نمیکنه. دفنش کردن و کانکریت بیرویش ریختن و کار خودشان رو میکنن و نشستند و روزگار میگذرد. فکر ایران هم نیستن، باکش هم نیست که ایران چه میگذرد. سریال های جمهوری اسلامی رو میفروشن، به نفع میفرستن، یه ده مزدور جلوی دوربین ها مینشینند و کاسبی میکنن. هیچ کس صحبت از نظام پادشاهی و براندازی این حکومت اصلا توی وکبرش توی لغت کتابش نیست. این تلویزیون میآید با قدرت میگوید ما خواهان و طرفدار براندازی حکومت اسلامی اشغالگر در ایران هستیم در کلیت تمامیتش. دوست نمیدارند، از روز اول پرچم مخالفت رو به هوا میکنند. این تلویزیون داره خط به مردم میده، بله خط به مردم میدهیم. اینجا امریکاست، این طرز تفکر کسانی است که تلویزیون رو استبلیش کردن و طرز تفکر کسانی است که گذشته خودش را بسیار دوست میدارن و میخوان بهش برگردن و مزدورانی مثل که ده ایرانیانی که نامش ایرانی است این را به خاک سپردن و هیچ فکرش نیستن که باید برگشتیم به اون چیزی که داشتیم. درسته؟ تلویزیون شروع میکنه، میگن دو ماه سه ماه بیشتر نمیتونیم بمونیم، کی میشه با کمک بکنه به شما؟ شما طرفدار برانداز جمهوری اسلامی هستید، ما همه داریم باشون کار میکنیم. آقا خیلی تون دارید میدید براندازی چیه؟ مخمل باد باید رفت کرد، این صحبت ها رو نکنید اصلا. شما خیلی تون میرین، این عکس ها رو برای چی پشت سرتون گذاشتین؟ تا چشم حسود کور بشه. برای که افتخار میکنیم به افتخارات خودمون، افتخار میکنیم به آریامه، افتخار میکنیم به رضا شاه کبیر و افتخار میکنیم به اون چیزی که داشتیم و جزء هویت ماست، پادشاهی است. میخوان عکس خامنه ای پشت سرمون بگذاریم یا مصدق رو یا کسافت های دیگری رو؟ یه مقدار واقعا پرواز کنین، بچه باشین. علتی که میام من صبحش بعد میکنم الان بهش میرسم. من میخوام به شما میگم که ما در کجای کار ایستادیم و چگونه مارها و زنبورها از لانه بیرون اومدن و میخوان نیش بزنن، کور خوردن، پوست ما بسیار کلوف شده. این نیش ها کارگر نیست، برای که ما با هم الان در درون در صحبت میکنیم. ما شنوندگانمون بیننده در داخل ایرانه و در بون ایران کسانی هستن که آریایی هستن و میدونن ما چیکار داریم میکنیم. دو ماه این تلویزیون بیشتر نمیمونه، به کوری چشم دشمنان 23-24 ماه روی ایر و پرقدرت هم هست. نه آگهی جمهوری اسلامی رو داریم، نه فرش جمهوری اسلامی فروشیم، نه هیچ کار دیگر جمهوری اسلامی رو میکنیم. فقط هم میانانی که درک کردن این تلویزیون داره کار درست انجام میده، روی دستای نازنین آریایی خودشون دارن تلویزیون رو اداره میکنن. مشکل بوده، بسیار مشکل بوده، شک درش نیست. اقتصاد امریکا دگرگون شده، ولی باز این همیانان با اینکه SSI میگیره 20 دلار خودش سر موقع میفرسه، برای که داره میدونه تلویزیون آریامه چیکار داره میکنه و نتیجه کارش رو دیده. چه بوده نتیجه کار تلویزیون آریامه؟ نشستیم کاسبی کردیم، مردم رو سر کار گذاشتیم. بعد از 10-12 ماه که تلویزیون داره به داخل ایران میره و 24 ساعت سرود شاهنشاهی رو پخش میکنه، تصاویر اعلی حضرت آریامه رضا شاه و تمام کارهایی که برای ایران ما شده به داخل ایران میفرسته، اون چیزی که ممنوعه بوده در درون ایران و حتی در برون ایران. چه کسی صحبت از محمد رضا شاه پهلوی میکرده؟ کدام رسانه صحبتشو میکردن؟ کدام رسانه ظرف 29 سال گذشته قبل از اینکه تلویزیون آریامه روی بره یک مرتبه سرود شاهنشاهی پخش کرده؟ هیچ کدامشون. برای که تمامشون با رژیم کار میکردن، دوست دارن بعضی که در ایران هست، دوست دارن غربت نشینی به که دارن پول میسازند و رابطه دارن با جمهوری اسلامی. همین الان درک کنید شما ما از کجا داریم میایم.